شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی فعال در منطقه را تایید کرده است. سندی محرمانه که به تازگی در دسترس خبرگزاری اخبار شیعه هم قرار گرفته، حکایت از توافق پشت پرده نیروهای نظامی آمریکا با طالبان به منظور استفاده از دو فرودگاه در افغانستان را دارد. تحلیل این رخداد حیرت انگیز را در گزارش همکارم خواهید شنید. همزمان با حمله جیش العدل به جاده سوران به مهرستان در سیستان و بلوچستان، یعقوب رضازاده دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران ادعا کرد که طالبان افغانستان با جیش العدل همکاری می کند. مرداد ماه سال 1400 نیز همزمان با پیشروی طالبان به سمت مراکز شهرها در افغانستان، رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی دولت پیشین افغانستان اطلاع داد که شماری از نیروهای جیش العدل با هماهنگی پاکستان برای کمک به طالبان افغانستان وارد استانهای نیمروز، هرات و فراه شدند. حمید خراسانی در چند مصاحبه نیز از جیش العدل به عنوان برادران مجاهد یاد کرد و حاکمیت ایران را دولت رافضی خواند. طالبان همکاری با شبه نظامیان در پاکستان، ایران و دیگر کشورها را رد می کنند. اما گزارش اخیر تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد که دی ماه گذشته در مورد وضعیت افغانستان منتشر شد، ادامه همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی را تایید کرد. یکی از نکاتی که مقام‌های هند، روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در نزدیک به 3 سال گذشته در مورد آن ابراز نگرانی کرده‌اند، رها شدن تسلیحات پیشرفته آمریکایی در افغانستان است. گزارش ناظران شورای امنیت سازمان ملل نیز تایید کرد که گروه‌های شبه نظامی از جمله داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان به صورت گسترده به سلاح‌های رها شده در افغانستان دست یافتند. البته هنوز نشانه‌ای از دسترسی جیش العدل به سلاح‌های آمریکایی باقی مانده در افغانستان مشاهده نشده، اما به دلیل اینکه قاچاقچیان اسلحه بر مرزهای افغانستان، پاکستان و ایران مسلطند، ممکن است این سلاح‌ها نیز به آسانی در دسترس این شبه نظامیان قرار گرفته باشد. ارتش آزادی بخش بلوچستان نیز در 2 سال گذشته عکس‌هایی از افرادش را منتشر کرد که به سلاح‌های مشابه آنچه از دولت پیشین افغانستان و نیروهای آمریکایی در افغانستان جامانده مجهز بودند. مقام‌های دولت پاکستان که طالبان افغانستان را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم می‌کنند، نیز چندین بار به اعتراض گفتند که قرارگاه‌های نظامیان این کشور با سلاح‌های پیشرفته آمریکایی هدف قرار گرفته است. تمامی این رخدادها زمانی تعجب برانگیزتر می شود که طی همین روزها دست نوشته و فرمانی محرمانه از سوی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به خبرگزاری اخبار شیعه رسیده که حکایت از آن دارد که وی به نیروهای تحت امر خود دستور داده تا اجازه استفاده از فرودگاه های شهرهای قندهار و ترین کوت برای انجام عملیات به نیروی هوایی سنتکام را بدهند. گویا این توافق و معامله پنهانی میان طالبان و آمریکا مشروط به سرکوب گروه داعش و تضمین بقای طالبان در افغانستان صورت گرفته است. برای صحبت بیشتر در این باره دکتر احمد نورزاد کارشناس مسائل سیاسی از ویرجینیا با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای نورزاد، در رابطه با سندی که در خصوص همکاری طالبان با سنتکام و همچنین خبر همکاری طالبان با جیش العدل افشا شده و از طرفی باقی ماندن حجم بالایی سلاح‌های آمریکایی در افغانستان، چه تحلیلی میتوان داشت؟ سلام به دوستان و به شما و همچنان به شبکه امام حسین و سلام به تمام بیننده های شما و بزرگایی که در روز عید به خوشی خدا کنه سپری کرده باشین همه شما. و پیش از اینکه ما در صحبت های خود در قسمت بپردازیم، روابط اول میایم روی موضوعاتی که شما صحبت کردین که
چطور میتونه حضوری در امید رخدادهایی که گفتیم که موضوع امید بررسی ببخشید بررسی امی موضوع سندی که پخش شده از طرف طالبان، گرچه که این اسناد دولت طالبان یا حکومت طالبان رژیم باند طالبان این را رد کردن، گفته این اسناد ساختگی است، درست نیست، از طرف مولای مجاهد رد شد، ولی با آن هم که رد شد احتمال وجود داره که این سند درست است و سند اول نشر شده، بعدا از اینکه نشر شد که پخش شد مردمان این را در صفحات مجازی نشر کردن، بعد از اون رویداد گرفتن گفتن که این سند درست نیست، سند غلط است و این رخداد ایج اصلا اتفاق نفتاده، ولی رخداد احتمالی که در اینجا است که همکاری طالبان با جیش عدل و همچنان با سنکام در فضای مجازی نشر شده در تمام جای و همکاری افغانستان توسط دولت طالبان افغانستان توسط تسلیحات و نیروهای هوایی آمریکایی که در افغانستان باقی مانده یک موضوعی بسیار جدی است که تاثیرات متفاوت و وضعیت خود برای علیه شیعه های افغانستان در افغانستان خواهد گذاشت. که همکاری با جیش عدل ممکن باشه باعث افزایش فشارها و خطرها برای جامعه غیر پشتون در افغانستان شود و همچنان گذاشتن دو پایگاه نظامی قندهار و میدان عبدالی و همچنان میدان ترینکوت و دسترس طالبان به اختیار طالبان به اختیار امریکایی‌ها به سنکام گذاشتن، این موضوع بسیار خطر جدی است برای منطقه و برای همچنان برای دو کشور همسایه افغانستان که ایران و پاکستان است. حضور تسلیحات و پهپادهای امریکایی موضوعاتی است که همکاری بسیار مهم است و فسیحالدین فطرت هم در قبلا در ارتش طالبان که ستاد ارتش است و ملا یعقوب پسر عمر نیز در این قسمت در مورد اشغال فضای افغانستان، اشغال هوای افغانستان توسط نیروهای خارجی به وجه امریکا مفصل صحبتی داشتند که بیانگر روابط تنگاتنگ نظامی و سیاسی و اقتصادی طالبان با دولت امریکا در قطر و عربستان سعودی و کشورهای در خلیج هستند بوده که امریکایی ها احتمالا قدرت روابط و تسلط بیشتر خود از سراغ طالبان میخواهد که اهمال بکنه و منطقه طالبان را در زیر کنترل خود داشته باشه. بله آقای نورزاد، و این میتونه که منجر به افزایش ببخشید میتونه منجر به افزایش فشار بر جامعه هزاره و شیعه و تاجیک های ازبک و دیگر نقاط افغانستان شود در افغانستان و همچنان نگرانی ها و تهدیدات شدید در موقع جنگ که غزه و اسرائیل داره و تنش های ایران با اسرائیل فعلا در سر کار است و امریکا میتونه از جانب شرق جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای ایران باشه در این قسمت و امنیت منطقه را از شرق کشور نابسامان بسازه، در حالی که روابط ایران با طالبان خیلی در امور اقتصادی و سیاسی تنگاتنگ است، ولی با طالبان هرگز با اعتماد باید نکنه آدم و تا آنها اصلا قابل اعتماد نیست که با طالب باید اعتماد بکنه آدم. در اسبق هم اونا افراد خود فروختند، همونطور که الزواهری را برای امریکایی فروخت توسط سنکام از بین برد در کابل، در وزیر اکبر خان کابل و همی بر طالب باور کردن فکر میکنم اشتباهی بزرگ است. بله، این دو رخداد چه تأثیری بر وضعیت شیعیان افغانستان و منطقه خواهد داشت و راهکار مقابله با آن چیز؟ خیلی کوتاه بفرمایید. تأثیر عمده از این در برای شیعیان افغانستان این خواهد بود که در افغانستان از مهاجرینی که طرف ایران میره اونا به خطر مواجه خواهد شد و اینا را نک به نام داعش شاید شکار بکنن و از طریق هوا اونا را انفجار بتن و یا بزنن و نامشان بگذاره که داعشی است، اما اونا یا فاطمیون است یا افراد دیگه هستن، ولی اونا آمدن شاید به مهاجری باشن که از افغانستان به ایران بره و از ایران دپورت شده باشه طرف افغانستان به برای مشکلات های عظیمی را اونا به وجود میاره و چالش های عظیمی را برای شیعه های افغانستان در عبور و مرور از سرحدات پاکستان و ایران به سوی افغانستان و از سوی افغانستان به سوی ایران و پاکستان به چالش های عظیم مهاجرین گرفتار خواهد کرد و در داخل هم مشکلات های را ایجاد میکنه، میتونه که شکار بکنه در منطقه، بگه که این قسمت داعش آمده یا خارجی ها آمدن در اینجا فعالیت های غیر ضد دولت امریکا را دارن، میتونه اونا را در اون قسمت هم شکار بکنه. یعنی تهمت ها و
گروه هایی را که قبلا بستن باز هم اینا ادامه خواهد دادن. بله، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل سیاسی از ویرجینیا.